دوستان و تماشایان عزیز سلام، وقت شما خوش. به یکی دیگه از برنامه های بیگدار نگاه میکنید که این بار قصد دارم راجبه شاعر بسیار دوست داشتنی باهاتون صحبت کنم. سالها پیش موقعی که شاعر نامدار و بزرگ و بیمانند ایران احمد شاملو سفری کرده بود به آمریکا، یه بار در جلسه ای مدعی شد که استعدادهای بزرگی در ایران در هنر، در ادبیات، در شعر، در داستان شکفته که روزی که اینها فرصت بروز پیدا کنند دنیا را شگفت زده خواهند کرد. و الان با آشنا شدن با یه شاعری که متاسفانه من این بدشانسی رو داشتم، خیلی دیر شناختمش، ولی این خوششانسی رو داشتم که بالاخره باش آشنا شدم و شعراش رو خوندم، آشنا شدم و این حرف احمد شاملو رو در واقع تایید میکنم. شعری که میخوام امروز چند تا از شعراش و مقدار از شعراش رو براتون بخونم، اسمش هست، اگر امیدوارم اسمش رو درست تلفظ بکنم، گروس عبدالملکیان. یه نکته من بگم، خیلی ها میان موقعی که شعر میخونن شروع میکنن توضیح دادن، این منظورش این بود، اینجا خواست اینو بگه، اونجا خواست اون کارو بکنه. من شدیداً با این کار مخالفم، برای اینکه به نظر من هنر خودش زبان خودشو داره و با زبان خودش میتونه صحبت کنه. بنابراین این قرار باشه مثلا شما یه قطعه موسیقی گوش کنید، بعد یه کمی بشینه بغل دستتون، نمیدونم اینجا گامش چیز عوض کرد، از این گام رفت به اون گام، حالا نوتش این کار کرد، حالا نمیدونم از این نوت شروع کرده بود، حالا داره میره سراغ اون نوت باهاش شروع کنه، با با با. این دیگه اون لطف و زیبایی و قشنگی که خود موسیقی داره رو ازش میگیره. یا یه تابلو نقاشی رو مثلا خود اون تابلو باید بگه چی میخواد بگه، برای کسی که با نقاشی آشناس و از نقاشی لذت میبره، نه اینکه که بشینه اونجا بگه اینجا نمیدونم رنگ زرد منظورش این بوده به کار برده، اینجا این زاویه رو به این دلیل انتخاب کرده که میخواسته فلان معنا رو برسونه، اونجا نمیدونم چه کاری. این اون دیگه در واقع میشه گفت که هنر نیست. در واقع در مورد شعر هم همینطوره، شعر باید بتونه مثل هر هنر دیگری خودش زبان خودش باشه و راجع به خودش توضیح بده. رو همین اساس من دیگه این خرابکاری رو نمی کنم که بیام شعر رو بخونم و هم هی بخوام وسطش بگم این منظورش اونه، مثل اینکه میخواسته اینو بگه، نه، ببینید خود شما ازش چه برداشت میکنید. و اما همطور گفتم شاعری که باش آشنا شدم چند وقتی، 30 سالی در واقع، گروس عبدالملکیان اسمش هست. و اینکه در دل این شام سیاه و زمستان یخبسته ایران که جهل و نادانی و تعصب و بیشعوری از طرف حاکمان موجود، کسانی که بر ایران متاسفانه دارن حکومت میکنن، همه چیز را، بوی خوش را از بین بردن، بوی زندگی را از بین بردن، بوی انسانیت را از بین بردن، همه چیز را از بین بردن، یک هوی همچین کسی پیدا بشه و با همچین قدرتی و با همچین زبانی و با همچین در واقع هنری که رشکنگیز واقعا بتونه شعر و شعرهایی به این زیبایی بگه، مایه امیدواری و خوشحالی است. شعر عبدالملکیان با شاعران معروف معاصر ایران تفاوت زیادی داره، یعنی نه به شعر فروغ شبیه است، نه به شعر فریدون مشیری شبیه است، نه به شعر نیما شبیه است، به هیچ کدوم شبیه نیست. واقعا شناسنامه خودشو داره، هویت خودشو داره، رنگ و بو و قیافه و سیمای خودشو داره و بیشتر مثل این میمونه که انگار داری فیلم های کوتاه گرفتی از یه چیزهایی، یعنی مثل فیلم کوتاه میمونه، فیلم های کوتاه، حالا چند لحظه ای تا چند دقیقه از جاهای مختلفی فیلم برداری شده. از اون زاویه بهش نگاه بکنید اون وقت ملموستر خواهد شد. البته میگم هر شعری، هر هنری فرقم نمیکنه مالی کی باشه، برای اینکه باش معنوس بشی باید وقت بذاری، باید راجبش بخونی، مطالعه کنی، آشنا بشی، رفته رفته، ذره ذره ذره، تا در واقع بتونی درک کنی و عمق زیباییشو بفهمی. غیر ممکنه کسی برای اولین بار یه شعر شاملو رو بذاری جلوش و بتونه بهش دلبسته بشه و خوشش بیاد. باید بگذره، باید با زبان شاملو آشنا بشه، با تصویرسازی شاملو آشنا بشه، با موسیقی شعر شاملو آشنا بشه، تا اون وقت بتونه بفهمه چه به اصطلاح معجزه‌ای کرده شاملو در شعر.
در مورد گروس عبدالملکیان هم به نظر من همین است و یکی از خوشبختی ها این است که ایشون فوق العاده جوان هستند و اگر با همین قدرت با همین هیبت ادامه بدن به شعر گفتن، به نظر من یکی از ماندگارترین شعرای معاصر ایران خواهد شد. چند قطعه ای از شعری برات میخونم که از مجموعه شعری است از کتابی به اسم سگانه خاورمیانه، این کتابش هست، چند تا از اون میخونیم و بعد هم یه تکیه دیگری از یه مجموعه اشعارش در کتاب دیگری براتون خواهم خون. برحال شب است و همزمان دارند بغداد، دمشق و من را میزنند. می نشینم روی مبل، دکمه را فشار می دهم که شکنجهگرم را روشن کنم. اخبار چیزی از من نمی گوید. اخبار را می گوید که خبرها را پنهان کند. شب است و مورچه ها دارند اندوه زمین را جابجا می کنند. شب است و چهرم بیشتر به جنگ رفته است تا به مادرم. شب است و چشمهایم چون چاهای خرم شهر به خون می رسد. شب است و آن که تاریکی را با هزار میخ به آسمان کوبیده، انتقام چه چیز را از ما می گیرد؟ سربازی دستش گلوله خورده، سربازی سینهش. من اما گلوله از پوستم گذشته، خورده است به گوشه خیالم، برای همین است که در تمام شعرهام خون جاری است. شب است و ابرها دارند ماه را در آسمان خاک می کنند. شب است و من باید این قصه را از جایی شروع کنم. یکی بود، خیلی ها نبودند. یکی دیگه هم بود که هم بود هم نبود. یکی دیگه هم بود که یک شب خود را پنهان کرده بود پشت خاک ریز و حالا هر چه می گشت نمی توانست پیدایش کند. وقتی مادرش مرد می خندید. وقتی برادرش را روی دست آوردند می خندید. وقتی که نامش را پرسیدم می خندید. وقتی که گریه می کرد می خندید. وقتی که آن غروب در کنار جاده منفجر شد داشت میخندید. هنوز چند تک از خنده هایش توی گوشتم است. خاطراتی هستند که دیگر رهایم نمی کنند. خاطراتی هستند که خود را با میخ به جمجمم کوبیدند. دوستانم خود را زمین گذاشته بودند تا تفنگ هایشان را بردارند. دوستانم رفته بودند آن سوی مرز ها بمیرند. بچه ها به بند ناف هایشان چنگ می زدند تا به دنیا نیایند. ما رو به آسمان دعا کردیم و از آسمان بمب می بارید. برادرم می گفت بیا غروب کنیم. ندیده که خورشید هر صبح بیرون می آید پشیمان می شود و باز می گردند. زیبایی ها فرو ریخته و از زنان چیزی جز مرد نمانده است. ما با مرد ها ازدواج می کنیم و بچه ها من را از زخم دست های من به دنیا می آوریم. من یاد گرفتم چگونه زخم هایم را مثل پیراهنم بدوزم. من یاد گرفتم چگونه استخوانم را مثل لولای در جا بیندازم. کسی نمی تواند با من قرار بگذارد، چرا که من زمانهای مختلفی هستم و همزمان که 5 سالگیم دست پدر را گرفته است، دست دیگرم دارد جنازه اش را میشوید. یعنی دلم ریخته و خانه ای که ریخته را نمی شود از زمین برداشت. پس گذشتم را گذاشتم بیاید با من، چرا که هیچ جا برای ماندن نداشت. چهارشنبه و سه شنبه را یکی کردم. کودکی را گذاشتم درون میان سالی که جا شود در کولم. داشتم با زندگی کنار می آمدم که با من کنار نیامد تا آهسته از کنار هم عبور کنیم.
من تمام سال 78 را در زانوی چپم پنهان کردم و برای همین است که می لنگم. دوستم از دمشق زنگ زده بود، می گفت امروز است ماهواره داشت دائم الخمرهای لندن را نشان می داد که خوابگاهشون کوچک بود. آنها جایی برای زندگی نداشتند، ما جایی برای مرگ. و این شعر بسیار بسیار زیبا همچنان ادامه پیدا میکنه، قسمت هایش رو براتون خوندم تا با هنر او آشنا بشید. یک شعر کوتاه دیگری هم ازش انتخاب کردم به اسم پارانویا، که این از مجموعه شعرش هست، گزینه اشعارش هست، مال گروس عبدالملکیان. این شعر، اسم این شعر همونطور گفتم از پارانویا. از زیر سنگ هم شده پیدایم کن، دارم کم کم این فیلم را باور میکنم. و این سیاهی لشکر عظیم عجیب خوب بازی میکند در خیابانها، کافه ها، کوچه ها. ای جا عوض میکنند و همین که سر برگردانم صحنه بعدی را آماده کردند از لابلای فصل های نمایش. بیرونم بکش، برفی بر پیراهنم نشاندند که آب نمیشود. از کلماتی چون خورشید هم استفاده کردم، نشد. و این آدم برفی درون که هی اسکلت صدایش می کنند، عمق زمستان است در من. اصلا از عمق تاریک صحنه پیدایم کن، از پروژکتورهای روز و شب، از سکانسهای تکراری زمین خستم. دریا را مچاله می کنم، می گذارم زیر سر، ژل میزنم به مقوای سیاه چسبیده به آسمان و با نوار جیرجیرک به خواب میروم. نوار را که برگرداندند خروس میخواند. از زیر تخت هم شده پیدایم کن، میترسم، میترسم چاقویی در پهلویم فرو کنند یا گلولهای در سرم شلیک و بعد بگویند خب نقشه این بود. اینم شعر دیگرش به اسم پارانویا. به حال امیدوارم که کسانی که به شعر و هنر علاقمند هستند، اگر احیانا هنوز مثل بدشانسی من که تا این اواخر با شعر آشنا نبودن، با شعرهای عبدالملکیان، اگر اونا آشنا نشدن حتما برن، اونا که عشاق شعر و زیبایی و هنر هستن، شعراشو پیدا کنن، بخونن و بخونن و بخونن و بخونن و بخونن، اونقدر بخونن که دیگه نتونن ولش کنن و شب و روز باهاش لذت ببرن. تا بیگدار دیگر، شب و روز و روزگاران به همه شما خوش.